جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء إن شئت شيئا بعد. يا ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله إلينا بالقرآن العظيم والنور المبين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس وخير البشر من تعلم القرآن ثم علمه للناس. فللعلم في الإسلام مكانة عظيمة وكبيرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، تستغفر له وتدعو له، وإن النملة في جحرها والحيتان في بطن البحر تستغفر وتدعو لطالب العلم. فالعلم الشرعي من أعظم العلوم، كل العلوم غير القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، كل العلوم مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، كل العلوم غير القرآن مشغلة القرآن، ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المباركة، ثم الفقه في الدين. هذه خير العلوم. لماذا العلم الشرعي خير العلوم؟ لأنه يعطيك الخير والفلاح والسداد في الدنيا والآخرة. العلوم غير الشرعية يأتي نفعها في الدنيا مكسب ومكان ورقي، ولكن في الآخرة تنتهي. أما علوم الشرع وما نوي خالصا لوجه الله من غيره من علوم ينفعك في الدنيا والآخرة. فالعلم الشرعي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، وكيف لا يكون؟ ومن عظمة هذا الدين ومن عظمة هذا الإسلام العظيم أنك إذا دعوت إنسان إلى خير ودللته على باب الخير وطريق الهداية وطريق الإيمان، كتب الله لك من أجره أجر هذا الإنسان الذي اهتدى وسلك الصراط المستقيم، يكتب لك أنت الذي دعوته إلى ذلك الأجر دون أن ينقص من أجره شيئا. فتنال أجر من دعوته وعلمته، علمته القرآن، علمته الفقه، علمته حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يجري لك الأجر كلما حدث وكلما علم وكلما قرأ القرآن وكلما صلى، يجري لك أجره كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن لنحرص على هذا العلم الشرعي. أنتم في خير. أنا في الحقيقة انشرح صدري كثيرا لما رأيت هذه الوجوه النيرة، هذا الشباب المقبل على طلب العلم، العلم الشرعي، العلم الذي ينقذ البشرية بسماحته وبما يحمل من نور من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية. فهنيئا لكم، كما إنني أبارك لهذه الجامعة، لهذه الكلية، على مرور 25 عام من تربية الجيل وتعليم العلم الشرعي للناس وبث هذا النور العظيم في هذه البلاد. أنا فرح جدا أن أجد أمثالكم. أنتم يعني لستم عرب، وربما يعني اللغة العربية تتعبكم، لكنكم أقبلتم، قرأتم القرآن، تعلمتم اللغة العربية في هذه البلاد البعيدة عن بلاد الحرمين، وأنتم تحافظون على هذا الدين وعلى هذه العقيدة وعلى هذه السنة، شيء عظيم. أنا أقول ربما أجركم أكثر من أجرنا. نعم، الأجر عندكم أكثر من عندنا. أنتم أقبلتم بقلوب مشتاقة للحفاظ على هذه العقيدة وعلى هذا الدين بتعلم العلم الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام كلمتي أن يبارك في هذه الكلية، ويبارك في مشايخنا الكرام، ويبارك في المعلمين والمدرسين، ويبارك في جميع الطلبة. وأتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ أبو بكر على أن دعانا لحضور هذا المؤتمر وأتاح لنا الفرصة أن نقول بما في قلوبنا لكم، كما أتقدم بالشكر إلى مدير الكلية وإلى كل منتسبيها على هذا الجهد الكبير، وأتقدم كذلك بالشكر إلى كل من ساهم بالمال، بالنفس، بالكلمة لقيام هذا الصرح العظيم، هذه الكليات والجامعات الإسلامية المباركة التي تقوم على أساس القرآن والسنة في هذه البلاد. كما أشكر كذلك حكومة هذه البلاد متمثلة في رئيس وزرائها وفي المسؤولين والوزراء في بلاد الهند، أشكرهم على يعني إتاحة هذه الفرصة وعلى قيام مثل هذا الصرح العظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الهند بالخيرات والبركات، وأن يوفق يعني حكامها وشعبها لما يحب ويرضى. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برارمبا مرغلك شاشم محانا غن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برنا ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വ അല്ലമ, ഖുർആനിനെയും മതത്തെയും പഠിക്കുന്നവനും പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ മനുഷ്യനെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അധ്യാപനം നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് രണ്ടു വിധം ഇൽമുകളെ, വിജ്ഞാനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അവൻ്റെ മതങ്ങളുമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതതത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരഈയായ മതവിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവന് ഇരു ലോകത്തെയും വിജയമുണ്ട് എന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ്. യംഫഉക അദ്ദീനു ഖൈറു ദുനിയാ വല്ലാഖിറ, ഈ ശരഈയായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഇരു ലോകത്തെയും നേട്ടങ്ങൾ നിനക്ക് നേടിത്തരുമ്പോൾ കേവലം ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രം പഠനങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് ആഖിറത്തിലൊന്നും നേടാനില്ല. അവർക്ക് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഇൽമ്, അതിനെ മഹാന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറാണ്. ആ നൂറ് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുസുന്നത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.
ജാമിയ ഹിക്മിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനമടക്കം നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഈ നാട്ടുകാർ മഹത്തായ ദീനീ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് എന്നത് ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ്. മഹാനാകുന്ന ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെയും മഹീസുന്ന പൻമുള ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മനോഹരമായ നാട്ടിൽ ദീനീ ചൈത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതും പ്രശംസിക്കേണ്ടതുമാണ്. അനറബികളാകുന്ന നിങ്ങൾ അറബി നാടുമായി ഏറെ വിദൂരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതും തിരുഹദീസുകളിൽ വിജ്ഞാനമുള്ളവരാകുന്നതും മനോഹരമായി ഖുർആൻ ഓതുന്നതും ഏറെ അത്ഭുതകരവും ആനന്ദകരവുമാണെന്ന് പറയാൻ ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയെയും പ്രശംസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും അവസരം തന്നതിൽ സംഘാടകരെയും നേതാക്കളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വഅഖിറു ദാവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.